ده الحديث دیگه که متفق علیه پیامبر اکرم علیه السلام میفرماد که اگر مردم بدونن در اذان فجر و صف اول چه چیزی وجود داره، اگر هیچ راهی پیدا نمیکردن قرعه کشی کنن این کار را میکردن. اگر میدونن زود رفتن نماز در ظهر و در صبح چه اجری داره به هر شکلی که شده میرفتن، مخصوص که اجرش زیاده اینجا. و طبیعت انسان چی میخواد؟ استراحت میخواد. دل انسان میخواد که اسرار مردم رو کشف کنه، رازهاشون رو کشف کنه، خودشو بزرگ جلوه بده، خودشو پاک جلوه بده. تکلیف کیه؟ نه خیر، ستر دیگران رو بپوش. ستر پوشی نیاز به اراده داره، نیاز به قدرت اراده داره. شما مثلا یه داستانی داری، یه قصه ای میدونی که درش نقطه های عجیب غریبی وجود داره که مردم بخندند. خدا مثال عرض میکنم، لیکن تکلیف اینه که نه، ستر مردم رو بپوشون، برکه راه جهنم آسونه، لیکن راه جنت نه. راه جنت جلوگیری از شهوت هاست. و لذا پیامبر در حدیث مسلم میفرماد که کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، بر دروگویی مردم شخص همین کافیه که هر چی رو که میشنوه منتقل کنه. امروز این روزنامه ها رو ببینید، پر از دروغه و میخاطر هر چی میشنوه منتقل میکنه. و پیامبر از این کار نهی میکنه. و علاوه بر این، کسی با شما حرف میزنه، این جلسهش به امانته. اگه دید که شما هستید و عرض به خدمت شما با شما داره حرف میزنه، صدای کسی رو شنید مرتبک میشه، یعنی ناراحت میشه. و یعنی چی؟ یعنی که حرفشو حفظ کن، به کسی دیگه نگو. ولی رضا پیامبر میفهم که اگر کسی با شما حرف میزنه بعد مرتفت این ور اونور شد، معنیش اینه که حرفش با شما امانته، به کسی دیگه نگی. و المجالس بالامانه، همچنان که حدیث ابی داوده، جلسه ها با امانته. شما حق ندارید هر حرفی رو که میشنوی نقل کنی. شخصی با شما نشسته حرفی میزنه با خصوصی به شما حق نقل اینو ندارید.